در همین چند مدت پیش که هر زمانی شما میخواید متوجه بشید کدوم کشور شمشیرشو برای حکومت اسلامی از رو بسته و میخواد بره به سمت سرنگونی، شما میتونید دقیقاً چرخش 180 درجه‌ای رو در رسانه‌هاشون ببینید. در کشور آلمان، در کشور فرانسه، در کشور انگلستان و همچنین آمریکا. اینها دارای رسانه‌های بسیار قوی بوده و هستند. یکی از علل و عوامل این که این جامعه یه مقدار میره جلو، مجدداً کپ میکنه، در جا میزنه و در نهایت به عقب برمیگرده، یک سمتش برمیگرده به سمت سرکوب‌ها و ترسی که حکومت داره به وجود میاره. قسمت اعظم این کار دست این رسانه هاست، با افرادی که جاسازی کردن به عنوان مدیر، به عنوان برنامه ساز، به عنوان ایکس و ایگرک در بخش خبری و غیره. یعنی آنچنان مردم رو میپیچونن که مردم فقط خبر رو بشنوند ولی دست به هیچ حرکتی نزنن. آنچه که شما در حال حاضر دارید میبینید و حسابش هم بکنید، حکومت شیطانی هم از اون طرف چگونه داره برخورد میکنه در طول این 40 سال، چه مقدار داره دروغ پردازی میکنه، دیگه به اندازه کافی شما خودتون حرفه‌ای شدید در این زمینه و دارید بسیار از مطالب رو میبینید. پس یک نتیجه، هر دولتی از هر کشوری که بخواد بره به سمت سرنگونی حکومت اسلامی، شما به راحتی میتونید از طرف رسانش متوجه بشید. ولی شما یک نگاهی بیاندازید، نگاه میدانی بندازید به رسانه‌هایی که در حال حاضر وجود داره، متوجه میشید که اصلا این خبرها نیست. شاید درگیری‌های لفظی وجود داره، شاخشون کشیدن‌ها وجود داره، اما صحبت در سر سرنگونی نیست. پس چه اتفاقی برای کسانی میفته که بیش از حد روی دولت مردان خارجی یا سیاست های خارجی کشورهای متفاوت حساب باز کرد؟